22 مهر 94 یه اتفاقی افتاد توی سایت ها و خبرگزاری‌های رسمی و واقعا جای تعجب داره. چون این اتفاق دیروز هم واسه بنیامین بهادری افتاد، گفتن که بنیامین با یه خانم بازیگری ازدواج کرده و کلن 24 ساعت زندگی بنیامین بهادری مختل شد. امروز رسید به احسان علیخانی، گفتن که ایشون بازداشت شده و این حرفا، و حالا خیلی خبرگزاری رو بازتاب دادن. ما برای اینکه طرفدار احسان علیخانی و اونایی که عاشق ما هستن خیالشون راحت بشه، با احسان علیخانی همین الان تماس گرفتیم و صداشو واسهتون به تصویر در آوردیم تا خیالتون راحت بشه. اینا همش یه شایعه است و یه دروغه و حالا معلوم نیست که پشت این اتفاقات چه چیزی هست. خیالتون راحت باشه، مطمئن باشین که همه چیز خوبه. آقای علیخانی سلام عرض شد. سلام، حال شما خوبه؟ چطوری؟ سب خیلی قربونت. آقا در دسترس هستین که شما؟ آقا من که در دسترس هم بدونم آقا این نکتی روز بانه هنگی بوده برای که خدا میتون خود چه شدید این خبر؟ من بود ساعت فکر کنم 9:30 صبح بود و تمام دیدم تمام سایت ها دارن یه خبر عجیب غریبی منتشر میکنم مبنی بر اینکه بازداشت احسان علیخانی و از این صحبت ها که باید اصلا نوشه خیلی بانم که بانمه چه مفاهمه داره اینه که همه میگفتن که ما داریم چی میکنیم، ما داریم تکسیب میکنیم تایی حرفو. بله، یعنی چیزی که اصلا مثلا وجود خارجی نداره و نمونه شده دارید که اصرار داریم که تکسیب کنیم. چی رو تکسیب کنیم؟ خبید اصل خبره که دارید تکسیبش میکنیم. حالا نکته بانمه کشی نیست که امروز صبح شنیدی من بودم شبکه توی جلسه. درسته. بعد جلسه ها نشوند خدای موبایی من دیگه داره به طرز عجیبی سایلنت هم بود، زنگ میخوره و اسمس میفرسته دیگه در یواشکی جلسه داشتم این روزه شکر کردم هم دیگه همه من خوبی اوکی کجایی چی شده احسان فلان اصخایی که هم آمدن بیرون دیگه به صورت رفاقه من چی گفتم ما خبر اومده نمیدونم سایت فلان جزده خبر گذاری فلان جزده باید خبر گذاری خبر بله وقتی اتفاق نیفتاده. حالا الان ببین زنگ زدم تو شبکه یه امروز مثلا سوژه خنده یه بخش شبکه تو شد. تو راه رو می‌رفتم. بله. من مثلا تو اینجایی و مثلا دیگه اصلا شبکه تو نمی‌رسه. بله. همین بعد زنگ زدم که گیری کردم که اون چه خبره کجاست. می‌تونی رسیدی به سایت. درسته. من سپورت که آقا میشه به شماره یه ایراد کنی که چه اتفاق افتاده پیدا کردن شما رو صحبت کردن که آقا دوستان این خبر رو شما چه از کجا آوردی کار کرد میگه من توی تعدادی از این گروه ها تو فضای مجازی دیدم بله یعنی آقا حتی هیچ تماسی با شما نگرفت بودم واسه صحت این خبر. شما من گفتی که من در دسترس هستم، شما به کجا زنگ زدی؟ گفت من به شما زنگ زدم. گفتم استاد این شماره 4 سال پیش منه. بعد یعنی چی؟ اصلا تو گیریم اولی که شماره که داره بیمار 4 سال پیشه بعد نگ بده اصلا من جواب ندم. یعنی برای تو این مثلا یه اتفاق گفته اصلا مهم نیست میگم رفرنس خبرت کجاست. بله. پیتر گروه ها تو فضای مجازی صبح تا شب این همه خبر مسئله دار و باطل و اشتباه و چیز این همه تو فضای مجازی نیم شما به راحتی کار میکنیم و بعد از اون مهمتر اینه که سه چهار تا خبرگزاری جدی میامش کار میکنم خیلی بده. بعد من امروز از یه تایم به بعد دیگه همین زندگی از بین رفته. بله. منش دارم جواب اینو میدم جواب اونو میدم فلان که چه آرامش بدیم به دور و بری ها دیگه خیلی بده. چرا ما تو میگه صبح شدیدی من رو پرسیدن از صبح که یه اتفاق افتاده فرام فقط از تلفن جواب میدم سر هیچ و پوچ. آخه بله درسته. البته این اتفاق دیروز واسه بنیامین هم افتاد، نمیدونم شما در جریان هستین یا نه. آره شنیدم. آره شما هم شنیدم. خیلی از در من تنها توقع و خواهش هم از خبرگزاری ها یا سایت های جدیه که ما براشون برای مهم من و ما بهشون رجوع میکنیم خب یه داده اعتبارشون رو میشه آدم شبیه من که رسانه یه هم خچه دار کنم میدونی این من درسته. به سایر خبران یه داده تردید میکنم و شنگی میکنم خیلی بده خیلی بده واقعا یعنی این تو فقط ممکنه این اتفاق که میافته فارغ از این ناراحتی حسابی که پیدا میکنی تو هی جواب میده شما بینی با این صحبت بکنی این خیلی بده در صورت دلیلش هم چی نمیدونم
بعد در صورتی که شما الان پیگیر کاراتونید ایشالا به امید خدا، حالا نمیدونم یا دوست داریم یا دوست نداریم که ایشالا برنامه جدیدتون رو ایشالا شروع بکنید تو آرمان بشه. ایشالا به امید خدا. آقا مرسی که لطف کردین، طرفدارتون اندگردی در بدن و بدونن که همش شایع است و احسان علیخانی داره پرقدرت کارشو میکنه. واقعا دیگه من چند وقت قبل یه بحثی کردم جایی کاری انجام فاضل مجازی، واقعا دیگه خدا امیدوارم کمکمون کنه. یعنی این عوارض فضای مجازی نشد سر و این دست هست یه همون برده بکنه دیمونمون کرده. این یه آرزوی میکنه که خدای بشر باید فضای مجازی پس بگیری. بله واقعا دیگه داره مزیت کننده میشه. این واقعا مگه چند چیزه؟ این واقعا همین سادگی. آقا شما اگه مثلا ممکنه یکی کاری کرده باشه، من اینکه کلیک بخوره، چهار تا لایک بگیره، نمیدونم خبرهای دیگه شو بخونن، بله کاربرش بیشتر بشه، ولی آخه چه قیمتی؟ قربان برات یعنی چی تو برنامه سادگی کار بکنی؟ بعد همین سادگی هم تکلیف میکنه، میدونی؟ درسته. من که کار رسانه میکنم میدونم که در همین مقادله خبر دادن و تکلیف کردن کلی مراجعه کننده آدم بله. بله حالا آقا انشالله که شما عصبانی نباشین، انشالله حل میشه و همه بدونن که احسان عبیخانی. مرسی که فقط ممنون که شما وقت دادین که ما من داری من عصبانیت هم جایی نمو شده یکی از دوستان تو راه آخری شبکیت من رو دید. بله من تو راه آخری خبرات دیده و تو راه آخری داشت میدن بودی که اومدی من رو دید. بله آقا احسان تو که الان من تو اعدام بشه تو راه آخری شبکیت همجوری سیم حق داره شما. ایشالله که دیگه این اتفاقا نمیفته. قربونت برم. خیلی ممنون. لطف کردید. شب خوبی داشته باشید.